طرح جدید تحریم ها که در ساعات اولیه صبح امروز در واشنگتن دی سی به تصویب رسید چیست و چه میگوید؟ ببینید اول من یک چیزی من اضافه بکنم، همیشه ما میگیم تحریم علیه ایران، نه، تحریم علیه نظام جمهوری اسلامی ایران، تحریم علیه مردم ایران 80 میلیون نفر که نقض کننده حقوق بشر نیستن، که گروه محدودی هستن که حقوق بشر رو نقض میکنن، گروه محدودی هستن که با فعالیت‌های تروریستی امنیت منطقه خاورمیانه و فراتر از اون رو به خطر میندازن. این در حقیقت تحریم‌های جدید ابزاری هست برای اینکه اثراتی که دولت اوباما سعی میکرد از طریق توافق هسته‌ای به نفع جمهوری اسلامی ایجاد کنه رو، این اثرات رو کمرنگ میکنه. و با توجه به اینکه در سنا 98 به دور رأی آورد، یعنی که حداقل حزب دموکرات که در محدوده زمانی توافق هسته‌ای تحت تاثیر خواسته اوباما از بسیاری از باورهای خودش هم دست کشید در قبال ادعاهایی که در طول دورهای مختلف در قبال جمهوری اسلامی مطرح شده بود، این بار با اینکه دولت جدیدی آمده و هیچ ارتباطی هم با دولت جدید نمیخواد داشته باشه، اما از تحریم جمهوری اسلامی داره حمایت میکنه. و این که دو طرف در حقیقت کنگره و در سنا، مجلس نمایندگان و سنا، به دنبال این تحریم‌های جدید علیه جمهوری اسلامی هستند، به نظر من یک نشانه جدید از اراده کلی سیستم قانونگذاری، دستگاه قانونگذاری آمریکا و کل ساختار قدرت هست که به ضرر جمهوری اسلامی عمل کنن، مگر اینکه جمهوری اسلامی واقعا تغییر رفتار بده، که چنین انتظاری از ساختار قدرت در ایران نمیشه داشت. متشکرم. آقای دایی، این تحریم ها چه هستند؟ چرا ایران و روسیه، این متممی که روسیه رو به این تحریم ها اضافه کرد چه بود؟ بیشتر از بند به بند اون هم برامون صحبت میکنین؟ بله، عرض کنم که ببینید، کلن از دهه 90 میلادی که جمهوری اسلامی مخالفت خودش رو با روند صلح در خاورمیانه شروع کرد و کلن سپاه قدس تشکیل شد و تروریست در آرژانتین و خاورمیانه رو دامن زد و تحریم‌های آرام آرام جدی شده رأی جمهوری اسلامی، یه قاعده کلی همواره بوده و اونی که همواره کنگره آمریکا خواهان تحریم بوده، در برخی مواد استثنایی نبوده همچیزی، ولی در کلش کنگره طرفدار تحریم بوده. رؤسای جمهور برای اینکه می‌خواستن دست بازتری داشته باشن برای مذاکره و اینها مخالفت می‌کردن. الان اتفاقی که افتاده این که کنگره مثل همیشه به طور جدی خواهان تحریمه و رئیس جمهور هم مانعش نیست. خب این دوتایی که با هم اضافه میکنیم، میبینیم چقدر میتونه تحریم های جدی در جمهوری اسلامی تصویب بشه. این یک. دومش اینه که ما باید اتفاقا این که چون روسیه هست نکته بسیار مهمه. معناش چیه؟ معناش اینه که این تحولی که شده و این 98 به 2 در سنا تصویب شد، چون میدونید که هفته پیش، 17 روز پیش در به اصطلاح کمیته روابط خارجی طبق روالی که باید بشه در کمیته روابط خارجی تصویب شد، الان اومد به صحنه کل سنا 98 به 2 تصویب شد، حالا میره در مجلس، نسخه ای از اون ممکنه با کمی تغییرات این طرف اون طرف در اونجا تصویب میشه، بعد برمیگرده به طور کلی مورد تایید کل کنگره قرار میگیره و رئیس جمهور باید اون امضا بکنه، چون وقتی بالای 60 نفر سناتور باشن نمیتونه به تو هم نمیتونه بکنه. درست. این یک. حالا چه اتفاقی افتاده که این بار داره به این صورت جلو میره؟ فقط ناشی از آقای ترامپ نیست که سیاست های مماشات آقای اوباما رو نداره که بیاد وتو کنه، به کنگره بگه تصویب نمونه. اتفاقی که هست واقعش به طور بنیادی رفتار جمهوری اسلامی در منطقه است و این تحریم هم مربوط به همونه، مربوط به برنامه موشکی، مربوط به دخالت‌های جمهوری اسلامی در منطقه است. مسئله نقض حقوق بشر هم توش داره، ولی همین تروریسم و دخالت‌های منطقه‌ای در رأسش قرار داره و این ناشی از بازتابی از اون تحولی که در خاورمیانه میگذره که حالا راجبش امشب بیشتر صحبت می‌کنیم. بسیار سپاسگزارم. بنابراین فقط من یه نکته اضافه بکنم که گفتی چرا روسیه. اتفاقا اون بخشی که به روسیه اضافه کردن اینه که رئیس جمهور حق نداره و نمیتونه تحریم‌های موجود علیه روسیه رو برداره
مگه اینکه کنگره موافقت بکنه و دوم تحریم‌های جدید بسیار جدی علیه روسیه رو قرار داده، اتفاقا نشون میده که این تصویب قانون جدید یا لایحه جدید ناشی از تصمیم یا اراده دولت آقای ترامپ نیست، بلکه یک تمایل جدیتری هست در کل کنگره برای مقابله با سیاست‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی. بی‌نهایت ممنونم آقای دایی عزیزم. نیک آهنگ، دست کم می‌دونیم که از زمان پرزیدنت کلینتون به این سمت تحریم‌ها علیه ایران، حالا یا به عبارتی رژیم اسلامی، استمرار داشته. خیلی ها معتقدند که این تحریم ها در دولت اول آقای اوباما به حد اکثر خودش رسید و همین افزایش تحریم ها بود که مقامات جمهوری اسلامی رو وادار به نشستن پای میز مذاکره کرد. این تناقض نداره با حرفی که دقایقی پیش آقای دایی هم مطرح کردن که سیاست مماشات در مقابل ایران قرار داشت از طرف آقای دولت، از طرف دولت آقای پرزیدنت اوباما؟ ببینیم چند مرحله من باید این رو بهش بپردازم. یکی این که آقای اوباما به دنبال این بود که با جمهوری اسلامی به توافق برسه درباره بحث هسته‌ای و یکی از آرزوهای تیم اوباما این بود که در پایان دوره ریاست جمهوری ایشون سفر کنه به تهران و این رو از طرف کسانی که با ایشون کار میکردن یا با دولت ایشون در ارتباط بودن در نقاط مختلف در واشنگتن در برنامه‌های مختلف شنیدیم و حتی یک دفعه من یک مناظره داشتم با یک مدیر سابق وزارت خارجه آمریکا در دانشگاه جورج تاون که ایشون معتقد بود دفتر حافظ منافع در آمریکا تبدیل به سفارتخونه خواهد شد به خاطر اینکه سیاستو داره به چه سمتی پیش میره، که من گفتم چنین اتفاقی نخواهد افتاد و طبیعتاً شرط رو بردم و ایشون هم ضرر و چیزی که باید میپرداخت و نپرداخت که البته یکی دست جلو کباب بود. اما نکته‌ای که میخوام اشاره بکنم این هست که آقای اوباما بر اساس اون سیاست‌هایی هم که خانم کلینتون داشت وزیر خارجه اون زمان میخواست برای اینکه ایران رو با قدرت به پای میز مذاکره بکشونه و مسئله رو حل بکنه، تحریم‌های رو علیه دستگاه مختلف جمهوری اسلامی وضع کرد و کار به وضعی رسید که در سال 2012 و اول 2013 نمایندگان آیت الله خامنه ای با تیم آقای اوباما در تیم سیاست خارجی آقای اوباما در عمان دیدار کردند و کسی که در حقیقت عامل اصلی بود برای تنظیم این روابط یا به قول معروف به عنوان معمار این توافق ازش نام برده میشه جیک سالیوان هست که دستیار سیاست خارجی خانم هیلاری کلینتون هم بود در زمانی که نامزد ریاست جمهوری بود و مدتی هم در حقیقت دستیار امنیت ملی آقای جو بایدن بودیشون و فکر کنم الان استاد دانشگاه ییل باشه. اینها وقتی که فشار رو به جمهوری اسلامی آوردن که نرمش قهرمانانه کرد و نهایتاً به یک توافق رسیدن که در بعد از انتخابات 1392 کسی که انتخاب خواهد شد نه تیم آقای احمدی نژاد بلکه تیم جدید میاد و کارها رو میبره جلو، دیدیم که در حقیقت چه اتفاقی افتاد. آقای روحانی رئیس جمهوری شد و آقای ظریف هم که مورد تایید آیت الله خامنه ای بود وزیر خارجه شد و مسیری که آقای خامنه ای میخواست عملا طی شد، متأ ایشون سعی کرد مسئولیت رو بر عهده نگیره و تمام ماجرا رو بندازه اگر خرابکاری وجود داره گردن آقای روحانی و آقای ظریف، ولی در عمل اینها خواسته آیت الله خامنه ای بود که اون رو تامین کردن. تمام این بازی برای این بود که به یک توافق برسن و طبیعتاً مسئله عادی سازی رابطه پیش بره و لابی هایی که در واشنگتن بودن و کسانی که از طرف جمهوری اسلامی به طور غیر مستقیم پیام هایی رو میرسوندن که دیدارهای زیادی هم انجام گرفت در کاخ سفید، تلاش میکردن که فضا رو برای در حقیقت نزدیک شدن جمهوری اسلامی و یکی ارتباط قوی تر با بیزنس های بزرگ مثل شرکت بوئینگ برقرار بشه که دیدیم که به قراردادهای بسیار بزرگی هم رسیدن، اما هنوز نتونستن موفق بشن برای اینکه اون قراردادها رو درست عملی بکنن. من ادامه این بحث رو در بخش بعدی عرض با کمال میل در خدمتتون خواهیم بود. آقای دایی، پنجشنبه هفته پیش همزمان که آقای کومی در حقیقت در کنگره آمریکا مشغول صحبت بودن، آقای کوسه و دوستانشون هم در بخش دیگری از کنگره جلسه ای داشتن، دو شهادت علیه پرزیدنت اوباما هم صادر شد که در ابتدا نشریه مرکز اطلاع رسانی خبرنگاران آزاد کانادا اون رو منتشر کرد، بعد هم
واشنگتن فری بیکر اگر اشتباه نکنم متشکر، همکاران من هم در خبرگزاری ایران شهر این افتخار رو داشتن که بلافاصله اون رو در زبان فارسی منتشر کردن که دو تن از اعضای سابق کنشگرانی که مسئول مبارزه با برنامه‌ریزی های مالی برای حمایت از تروریست بودن گفتن که دستور آقای اوباما رو داشتن برای اینکه کارشکنی کنن، یعنی کارشکنی شه در کار اونها و توقف ایجاد شه در فعالیت اونها برای تخریب سیستم های مالی حمایت از تروریست ها که از طرف دولت تهران و ونزوئلا انجام داده. تا چه اندازه این مسئله جدیه، تا چه اندازه این مسئله رو واقعا میشه به عنوان یک مسئله مهم تلقی کرد و تا چه اندازه اونجور که نشریات در واقع مشخصا منبع خبرنگاران آزاد کانادا بهش اشاره کرده بود میشه اون رو تحت تاثیر لابی معین جمهوری اسلامی در واشنگتن ارزیابی کرد و تاثیر او بر کاخ سفید؟ ببینید از بالا بیام پایین، یعنی که سیاست کلی آقای اوباما رو در دولت آقای اوباما رو در رابطه با جمهوری اسلامی ببینیم، از توش همینا هم در میاد. حالا اینکه چقدر مهمه بس که به شرایط داره، طبیعتاً تو این شرایطی که انقدر فضای سیاسی در واشنگتن پولاریزه است در مسائل دیگه به این چیزا زیاد توجهی نمیشه. واقعش اینه که اولا چقدر سیاست‌های مماشات آقای اوباما ناشی از دیدگاه‌های خودش بود یا شرایط سیاسی واشنگتن بود و چه میزانش تحت تاثیر لابی های جمهوری اسلامی بود نمیشه این میزان رو به دقت گفت، طبیعتاً تاثیر داشته. ولی به طور کلی آقای اوباما اعتقاد داشت که اگه با جمهوری اسلامی نرمش بکنه، دوست بشه، امتیاز بده، تحریما رو برداره و سر هسته‌ای هم به سازش برسد با دادن یه سری امتیازات، جمهوری اسلامی رفتار منطقه‌ایش عوض میشه. و هر جا هم که جمهوری اسلامی سفت ایستاد یه اقدامی کرد، آقای اوباما عقب نشست. هر جا، در سوریه، در سال 2010 وقتی که انتخابات شد در عراق و عیاد علوی میتونست نخست وزیر بشه، شیعه بود، وابسته به جمهوری اسلامی هم نبود، جمهوری اسلامی پاشو کرد در یک کفش که باید نوری المالکی بشه نخست وزیر، آقای اوباما پذیرفت. صحبت از خروج نیروهای آمریکا شد، جمهوری اسلامی اصرار کرد که هیچ آمریکایی نباشه، باز آقای اوباما پذیرفت. در سوریه در سال 2011 با تمام قوا جمهوری اسلامی دخالت که آقای اوباما هیچ کاری نکرد، همش به گفته آقای خاویر سولانا مسئول اتحادیه اروپا برای مذاکره هسته‌ای خودش در کنار من، این ویدیوش هست تو گوگل، هم من خودم دیدم، در کنار مسئول تزار کاخزفی در مورد مذاکره هسته‌ای گفت که سکوت آقای اوباما در مسئله سوریه این بود که سازش هسته‌ای با جمهوری اسلامی به هم نخورد، یعنی همه جا عقب میشه. در سر مذاکرات هسته‌ای هم واقعش نه که حرفایی که خود آمریکا میزد، خود ایشون میزد که حق غنی‌سازی نداره نمیدونم فلان، همه رو عقب میشه یکی. اینقدر این مماشات ادامه پیدا کرد، اینقدر امتیاز داد که به اینجا رسید که الان جمهوری اسلامی هر کاری دلش بخواد فکر کنه میتونه در منطقه بکنه، در حالی که فکر میکنه میتونه بکنه. اینا ناشی از سیاست آقای اوباما بود، یکی دوتا نیست، یعنی واقعش انقدر اینا مهمه به منافع آمریکا، به منافع مردم منطقه ضربه زده که باید اینها رو سالیان سال گفت. طبیعیه که لابی های جمهوری اسلامی هم هل دادن آقای اوباما رو به این سمت که بپذیره که امتیاز دادن به جمهوری اسلامی خیرات داره، برکات داره. همونطور که میبینیم تو رسانه ها وقتی راجع به شرکت مردم در انتخابات که برید به روحانی رای بدید چه براتون خوبه، همه حرفا رو با آقای اوباما هم گفتن که آقا با جمهوری اسلامی راه بیا خوبه. اینم که اشاره کردی درسته، بار اول نیست، مداره کلی گزارشات اومده، امتیازاتی که سر مذاکرات هسته‌ای عقب نشستن و متاسفانه این داستان مماشات در زمان آقای اوباما که تمام شدنی هم نیست، الان یه تیم درست کردن به کمک برخی از خود کاخ سفیدی های سابق که مدیریت میکنن مبارزه با سیاست های ضد جمهوری اسلامی رو در واشنگتن. بی نهایت ممنونم. با همین تیمی که آقای دایی بهش اشاره کرد برگردم به شما آقای کوثر. قبلا هم صحبت های از این مسئله شنیده شده بود که منزل بزرگ آقای اوباما در محدوده واشنگتن دی سی محل اجتماع همین تیم به فعالیت اونها هست. تا چه اندازه این خبر صحت داره و تا چه اندازه میشه رو شخصیت بن رودز در این کار در حقیقت فشار گذاشت یا انگشت گذاشت؟
ببینید من تا زمانی که به چشم خودم نایده باشم نمیتونم اطمینان کنم که آیا تمام این چیزی که گفته میشه درست است یا نه، اما احتمالات رو نمیشه نادیده گرفت. آقای بن رودز که در حقیقت هیچ تخصص امنیتی نداشت تبدیل شد به عملاً فرد شماره دوی شورای امنیت ملی کاخ سفید و این خیلی پست مهمی هست. شما چگونه ممکنه با داشتن تخصص در نوشتن فیلمنامه تبدیل بشید به یک فرد امنیتی؟ این تبدیل چنین فرد بی تجربه‌ای در این حوزه، فقط تخصصش نوشتن سخنرانی بوده برای آقای اوباما، خب نکته جالبی هست و طبیعتاً به نظر میاد نفوذی که نزدیکان کرده بودند به محدوده آقای بن رودز، نزدیکانی که به جمهوری اسلامی رابطه داشتن منظورم است، ایشون رو تبدیل کرد به کسی که در حقیقت میومد و آنچه لابی جمهوری اسلامی میخواست رو از طریق رسانه‌های ویژه‌ای منعکس میکرد که اینجا به عنوان تالار پژواک خودش ذکر میکنه و حتی تحقیر میکنه به عبارتی رسانه‌ها رو و رسانه‌ها رو ابزار دست خودش معرفی میکنه. نکته جالب این رو من بگم که در 8 سال گذشته پنهانکاری های رسانه‌ای تیم اوباما بسیار شاخص بوده و فشارهایی هم که تیم اوباما آورده بودن بر افراد مختلف، اگر کسی میخواست خطایی رو در ساختار دولتی افشا بکنه تحت فشار بسیار شدیدی قرار میگرفت و این بسیار شاخص بوده و همین چند روز پیش مطرح شد. چیزی که به نظر من بایستی اینجا بهش توجه بکنیم به خصوص وضعیت واشنگتن در حال حاضر این هست که الان تیم آقای اوباما در قدرت نیستند. بسیار تلاش میکنن که تاثیرگذار باشن در کنگره و سنا، نتونستن تأثیری بگذارن و اینکه آقای جان کری میره به اسلو و در اونجا طوری صحبت میکنه که انگار وکیل مدافع جمهوری اسلامی هست در کنار آقای ظریف وقتی قرار میگیره، خب این یعنی نشان دهنده یک نوع استیصال هست به نظر من. یعنی شرایط به سمتی رفته که اینها اون نتایجی رو که میخواستن نگرفتند و داره یک سری از چیزها برمیگرده. گرچه باید گفت که تیم‌های اقتصادی موفقیت‌هایی رو کسب کردن، اما الان ما شاهد این هستیم که برخی از نزدیکان آقای اوباما در دوره 8 سالش دارن دفاع میکنن از توافق هستی و رابطه با ایران. من یک اشاره میخوام اینجا مطرح بکنم که با توجه به فضایی که در طول 2 هفته اخیر که در کنگره حاضر بودم، چه هفته پیش که جلسه رو داشتیم دقیقا در روز جلسه آقای کومی بود و چه روز سه‌شنبه و چهارشنبه که یکی برای گزارش کردن و یکی برای دیدار با یک مجموعه مربوط به شورای دقیقا روابط خارجی در کنگره بودم، چند تا نکته رو که متوجه شدم این هست که اعتماد به تیم اوباما بسیار کم شده. حتی صحبتهایی رو که ما از یک نماینده دموکرات کنگره شنیدیم تأکید داشت که بایستی حتما مورد تحریم قرار بگیره نهادهای مشخص جمهوری اسلامی و البته دارن خوشبختانه به این سمت میرن که افراد عادی و شاغل در برخی از نهادها لزوم نداره مورد تحریم قرار بگیرن، یعنی کارمندا و اونایی که بخش بدنه عادی هستن، اما اون کسانی که نقش عمده داشتن در جنایت ها و یا تجارت ها و مسائلی که باعث نقض حقوق انسان ها در ایران و یا در خارج از ایران در محدوده یمن، سوریه و نقاط دیگر شده. خب آقای کوثر، تا همینجا هستیم من این سوال رو هم مطرح کنم، جواب یک کلمه آریانه است. آیا اونچه که مجموعه مماشات دولت اوباما و عقب نشینی های دولت اوباماست به روایت شما آقای دایی و البته به سندیت تاریخ رخ داده این رویدادها، این پیروزی دیپلماسی جمهوری اسلامی در خاک ایالات متحده آمریکا محسوب میشه؟ تا حدی میشه گفت که در یک محدوده اونها تونستن خواستای خودشون رو عملی کنن. بسیار ممنونم. آقای دایی نظر شما چیه؟ آیا فکر میکنید که اونچه که مجموعه مباشات دولت آقای اوباما در مقابل ایران بود پیروزی برای جمهوری اسلامی محسوب میشه؟ والا لغت پیروزی نمیدونم. اهدافی که برای خودشون تعیین کردن وقتی وارد مذاکرات هسته‌ای مثلا شدن این بود که غنی‌سازی رو حفظ بکنن، چند تا چیز داشتن. غنی‌سازی رو در داخل حفظ بکنن، فعالیت غنی‌سازی کوتاه‌ترین بریکات رو یعنی سانست رو داشته باشن، یعنی اینکه بعد از چند سال بتونن
محدودیت ها برداشته بشه که بخشش 10 ساله بخشش 13 ساله که بسیار کوتاه‌تر از اون صحبت اولیه 30 سال و 40 سال بود، این دوتا و کار تحقیقات رو ادامه بدن، چیز تسلیحاتی رو بردارن، به اصطلاح تحریم تسلیحاتی رو بردارن، کلی به اصطلاح اون خط قرمزا رو که داشتن و اوباما یکی که عقب نشست و در این چارچوب میتونیم بگیم به اینها دست یافت. حالا لغت پیروزی چرا نمیگم؟ ببینید مثلا در مورد منطقه، خب جمهوری اسلامی به کمک لابیاش و مماشات آقای اوباما تونسته از مدیترانه تا هزاره افغانستان و تا صنعا در یمن گروه های مسلح و پول به دور را بندازه و موشک هوا کنه. این پیروزیه، هرچی بیشتر داره میره تو، یعنی راه خودش رو باز دیده، هی میره جلوتر تو باطلاق. در مورد هسته‌ای این چه پیروزیه که شما مثلا 5000 تا سانتریفیوژ عصر حجر قرازه دهه 70 میلادی عبدالقادر خان و اینا رو نگه داشتید مثلا که بتونی 13 سال دیگه سر دنیا رو کلا بذارید، مثلا 5000 تا رو بکنید 20000 تا، بکنید 30000 تا، بکنید 40000 تا، خیلی هم قوی تر بشه. همین که شما اینو حفظ کردید، یعنی توان سوخت برای بمب هسته‌ای رو نگه داشتید، محفوظ نگه داشتید، یعنی نیوکلیر کیپبل هستید که میتونید یه زمان خاصی دعواتون شد با دنیا، غنی‌سازی رو یک بار که افزایش بدید، چون مهمترین چیز برای بمب اون سوختشه. اورانیوم غنی شده 90%، 80%، 90% مشکلات مال اونه. خب میتونید مثلا اینو داشته باشید، ولی همین که همین توانو دارید، حفظ کردید تو مذاکرات، اسمش پیروزیه. نتیجه چی شده؟ نتیجه این میشه که تمام کشورهای منطقه تو رو تهدید میدونن، باید مقابله میکنن، داریم میبینیم دیگه، باید مقابله میکنن چون تو تهدید بالقوه میبینن، میگن خب حالا آقای اوباما باشه قراردادی بسته فعلا تا 2 سال گذشته خبری نی، 8 سال بیشترش نمونده، هرچی به جلو میریم تهدید جدیتر میشه، میتونه باعث اشاعه تسلیحات هسته‌ای در منطقه بشه، بقیه کشورها من دنبالش که احتمالا دارن میرن، میگم ما هم داشته باشیم در مقابله. خب میشیم با یه منطقه روبرو میشیم که هر دیوانه یه بمب داره مثل خود جمهوری اسلامی، این دوتا یعنی تحریست بخش تحریم ها. کنگره که موافقت نکرد، هیچ پیروزی بود؟ چون کنگره موافقت نکرده تحریم های باید تعلیق بشه، برداشته که نشده که. خب خیلی سرمایه گذار نمیرن تو ایران، این سه تا، یعنی من میتونم برای شما 50 تا از ضررهای این نوع سازش هسته ای رو بشمارم برای شما. خب یعنی پیروزی نیست. بسیار ممنونم آقای دایی. همینجا من برمیگردم به شما آقای کوثر. آقای دایی هم نگاهی دارن معتقد بر این که خیلی هم در ایران هم همینو میگن، میگن آقا ما نمیدونم قدرت هسته‌ای رو گرفت دادیم، آب نبات چوبی گرفتیم. مشخصا آقای نبویان نماینده پیشین مجلس از همین اصطلاح استفاده کرده بود. آیا فکر نمی‌کنید نتیجه سیاست آقای اوباما نه به نفع جمهوری اسلامی بلکه در راستای تنش‌زدایی در دستور کار دولت دموکرات پیشین آمریکا بوده باشه؟ ببین نکته خوبی شما اشاره کردین، البته من خیلی خوشم اومد از پاسخ آقای دایی، نکات بسیار ظریفی رو بیان کردن، اما میخوام یه چند تا نکته رو اضافه بکنم. ما در چارچوب مقطع دوره آقای اوباما و احتمال اینکه خانم کلینتون پیروز انتخابات میشد و اون روند ادامه پیدا میکرد، شرایط متفاوتی رو تجربه میکردیم. یعنی چه؟ ببینید خانم کلینتون طبیعتاً به خاطر که جیک سالیوان رو در کنار خودش داشت و جیک سالیوان احتمالاً رئیس شورای امنیت ملی آمریکا میشد، طبیعتاً روند تقویت هم میشد در ارتباط با ایران، در ارتباط با جمهوری اسلامی در حقیقت عرض میکنن. یعنی اون چیزی که جیک سالیوان شروع کرد معماریش رو برای توافق هسته‌ای، اون روند ادامه پیدا میکرد و طبیعتاً اگر خانم کلینتون برنده میشد احتمالاً در سنا و مجلس نمایندگان هم شاید احتمال می رفت ممکن بود تعداد به اندازه شرط فعلی نباشه، اگر به قول من دموکرات اینقدر موفق عمل می کردن. موفق عمل نکردن، نتیجه رو هم واگذار کردن، گرچه نمی تونستن به اکثریت برسن اما می تونستن تأثیر گذار باشن در خیلی از مراحل.
نکته‌ای که وجود داره که اینجا باید بهش توجه بکنیم این هست که دولت آقای اوباما در چارچوب برنامه‌ای که ریخته بود و احتمالاً چوب امدادی خودش رو به دولت دموکرات بعدی تحویل میداد، اون مسیر رو دنبال میکرد، تقویت میکرد رابطه رو با جمهوری اسلامی و اون برنامه‌ای که برای تضعیف قدرت اسرائیل در منطقه و عربستان سعودی در منطقه داشت اون رو دنبال میکرد. اما برعکس شد ماجرا، آقای ترامپ رئیس جمهوری شد. رابطه آقای ترامپ در حقیقت در ابتدای مبارزات هم با اینکه مثلا حرفای زده بود که جامعه یهودی در آمریکا خیلی راضی نبودند، اما دوستی خودش رو سعی کرد با اسرائیل ثابت بکنه و یکی از اول دیدارهایی رو هم که داشت با آقای نتانیاهو داشت. همچنین دیدارهایی که اول با نمایندگان عربستان سعودی داشت و بعد رفت به عربستان سعودی و اونجا صحبتهایی رو مطرح کرد که در حقیقت با وجود اینکه خیلی ممکنه همه نظری راجبش داشته باشن، به تقویت موقعیت عربستان سعودی در منطقه انجامید و دیدیم که عملا قطر در محدودیت قرار گرفت و جمهوری اسلامی هم به عنوان هدف انتقاد کشورهای شورای همکاری خلیج فارس قرار گرفت. یعنی عملا تغییر اون پیشبینی اولیه که دموکرات‌ها داشتن برای انتخابات ریاست جمهوری باعث شد که عملا اون اصلا بازی که داشتن، دکترین سیاسی هم که اوباما برای تضعیف عربستان سعودی و اسرائیل و تقویت جمهوری اسلامی تو منطقه که توازن رو تغییر بده، اون هم شکست خورد با پیروزی آقای ترامپ. این نه که بگم من نوعی خوشحال هستم یا ناراحت هستم از اومدن آقای ترامپ که اینقدر دردسرساز بوده، نه، اما بازی که دموکرات‌ها کردن به هم خورد و یه قمار بزرگ بود که این طرف بازی رو انتظار نداشتن که پیش بیاد. و یکی از فشارهایی هم که الان تیم آقای بن رودز داره میاره به انهای مختلف و کمک داره میکنه برای پرونده سازی علیه آقای اوباما، اون چیزی که من در واشنگتن زیاد شنیدم این هست که اینها ضررهای بسیار زیادی رو متحمل دارن میشن بابت اینکه بازی به سمتی که خواستند پیش نرفته. و حتی اگر آقای ترامپ هم فرض کنیم که به قول معروف حتی برکنار بشه، اما باز اینا به اون نتیجه که میخوان برسند در ارتباط با خاورمیانه و اون نقشه‌ای که ترسیم کرده بودن به نظر من نخواهند رسید. بسیار ممنونم نیکانگ عزیز از نظرات کارشناسانتون. اما آقای هدایی، به هر حال آقای ترامپ در قدرت، آقای تیلرسون وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکاست و معیناً و مشخصاً در مقابل کمیته سیاست خارجی مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا صحبت از تغییر مسالمت‌آمیز قدرت در تهران می‌کنه. چه ابعادی در این صحبت وزیر خارجه آمریکا نهفته است؟ اصلا میشه به این حرف به عنوان یه حرف جدی اتکا کرد؟ تغییر مسالمت‌آمیز در داخل قدرت، در داخل ایران، روایت‌های گوناگونی میگن، برخی ها اون رو حمایت از روحانی در مقابل خامنه‌ای میدونن. نظر شما رو بشنویم در مورد حرفای آقای تیلرسون. از کنم که ببینید بحث بر اینه که دولت آقای ترامپ مشغول طراحی یا بازبینی سیاست آمریکا در رابطه با جمهوری اسلامی، هنوز پایان نیافته، مراحل پایانیشه، بنابراین تا اون موقع نمیشه گفت. حالا این اظهاراتی که آقای تیلرسون کرده، اولا خب درکش من یعنی چی؟ یعنی ما از کسانی حمایت میکنیم که در داخل ایران باشن و خواهان تغییر مسالمت‌آمیز یا چی میدونم رفرم رژیم باشن؟ من تفاوت اینا رو نمیبینم با اصلاح طلبی حکومتی منظورشونه، یه مقداری کاملا روشنی. ولی هم که صحبت از تغییر رژیم خودش خوبه، یعنی ناشی از این فضای جدیده، ولی چه میزان میشه اینو جدی گرفت؟ در حالی که میبینیم در خیلی از موارد سیاست خارجی اظهارات که ایشون میکنه با اظهارات که آقای ترامپ میکنه متفاوته، این یه مقدار بحث انگیزه، یعنی جای تردید میذاره. آن چیزی که من نگاه میکنم، سوا این که مثبت میبینم حتی این حرفا رو که به سمت تغییر رژیم به هر میزانی که باشه یا دل کندن از توهم این که میشه با این حکومت کنار اومد، اینو مثبت میدونم. اگه به سمت اصلاح طلبی داخل سیستم باشه که خب اشتباهه. علاوه بر اینکه خوب میدونم اون چیزی که مهمه آقا زمانی عزیز عمله. در عمل ببینیم کجا میریم. مثلا در منطقه ما تستایی داریم، ببینیم مثلا سر این تستایی که داره انجام میشه در درگیری ها. مثلا یادتونه که من یادمه که تو خلیج فارس یه اتفاقی افتاد، اون بعد از حمله موشکی
جمهوری اسلامی اومد تو خلیج فارس، یکی از این قایقای سپاه پاسداران هی چرخید دور ناو و اینا، بهش اخطار دادن که ما این دفعه دیگه خلاصه تنبل کنیم، در حالی که پریروز یکی از این ناوچه‌های پاسداران با لیزر هدف قرار داده بود و نمیزده، کاری نکردن، دنبال تشنج نیستن. نمایندگان بوئینگ رفتن تهران پیروز دیروز، قرارداد با شرکت آسمان رو نهایی کردن. خب از این طرف، ولی از اون طرف میبینیم تو عراق و سوریه علامت های مثبت خوبی هست که میخوان جلوی جمهوری اسلامی بیستن. همه اینا عرض کردم متفاوته. مجموع علامت ها رو من کنار هم میذارم، سوا اینکه آقای تیلرسون چی میگه، آقای ترامپ چی میگه، چون به تمایل نیست. یه چیزای بنیادینی هست که داره اتفاق میفته در منطقه، آمریکا باید مقابله بکنه. ببینید آقای ترامپ مگه نمیگفت تو انتخابات من بیام اول یقه چینو میگیرم؟ مگه نمیگفت دشمن شماره یک شده بود دیگه، دزد شماره یک، دشمن شماره یک. خب ایشون کوچکترین حرف و یا اقدام علیه چین زده توی این 5 ماه؟ ابدا. برای اینکه واقعیت تهدید کره شمالی ایجاب میکنه که با چین دوست بشه. به همین ترتیب در منطقه اینکه آقای ترامپ پاشو رفت عربستان، اون حرفا رو زدین، اقدامات در سوریه کردن یا در عراق دارن میکنن، اینها ناشی از یک به اصطلاح تحولات بسیار جدی و اساسیه که ماورای اینکه آقای ترامپ چی میخواد یا آقای تیلرسون چی میگه عمل خواهد کرد. بنابراین من کلا روند رو مثبت میدونم. بی نهایت ممنونم. با همین سوال برگردم به شما آقای کوثر، شما ابعاد صحبت‌های آقای تیلرسون رو چگونه ارزیابی می‌کنید؟ اساساً منظر نظر ایشون کدام گروه‌های سیاسی برای تغییر در آینده ایران هستند؟ من یک نکته رو اینجا اضافه بکنم توی در حقیقت بحثایی که حالا من به عنوان گزارشگر درش حاضر بودم، در جلسه ای که شاهزاده رضا پهلوی داشت با نمایندگان مختلف و به ویژه جلسه طولانی که با سناتور جان مک‌کین داشتن، این حرف رو آقای مک‌کین زدند که اینا ما ثبتش کردیم که گرچه آقای ترامپ غیر قابل پیش بینی هست، اما تیم امنیت ملیش به ویژه مجموعه که آقای مک‌مستر داره اداره میکنه به عنوان حالا فقط مشاور امنیت ملی، قابل احترامند و میشه رو اینا حساب کرد. و همینطور آقای ماتیس که وزیر دفاع هست، اینا برعکس اون چیزی که خیلی دارن تبلیغ میکنن جنگ طلب نیستن، بلکه دنبال این هستن که بتونن با قدرت اون سیاست رو پیش ببرن. مسئله که وجود داره این هست که آقای تیلرسون هم در اون چارچوب باید ببینیم که داره آیا حرفی رو میزنه، و به نظر من بحثایی که آقای تیلرسون داره مطرح میکنه انعکاسی از صحبتهایی است که در برخی جلسات شورای امنیت ملی مطرح شده. همچنین حدود 2 هفته پیش جلسه در سازمان AEI برگزار شد راجع به بررسی تحلیل درسی قدرت نظامی جمهوری اسلامی در آینده، و یکی از فرماندهان ارشد تصمیم گیرنده ایالات متحده آمریکا اونجا بود، به اضافه یکی از فرماندهان اسبق ناوگان ایالات متحده، یعنی جز بالاترین رده هایی که میتونیم داشته باشیم اونجا، ناف سالار و یه دونم جنرال 3 ستاره. اما چیزهایی که مطرح میکردند این بود که یکی اولا وضعیت و ساختار نظامی جمهوری اسلامی رو خیلی خوب میشناسن، بی نظمی های سپاه رو هم میشناسن، عملا مثلا یک خیلی از رفتارهایی که سپاه و نیرو دریای سپاه داره نظمش در بی نظمیه، ولی نقاط ضعف رو هم حتی دقیقا میدونن که مثلا نیروهای سپاه بدون اینکه پوشش هوایی داشته باشند از سوی آمریکایی‌ها در عراق و یا از سوی روس‌ها در سوریه نمیتونستن به هیچ موفقیتی نائل بشن در مبارزاتی که حالا نیروهای سپاهی سپاه قدس انجام دادن، و در حقیقت ضعف‌ها رو کاملا ارزیابی کردن و میدونن بر اساس اون ضعف‌ها به کجا خواهند رفت، و برای پوشش این ضعف‌هاست که میان و از به قول معروف نیروهای نیابتی در کشورهای مختلف مثل لبنان، فلسطین، سوریه و جای دیگه، یعنی میخوان حزب الله های مختلف درست بکنن در سوریه، در حتی در فلسطین، در یمن،
در عراق حتی، یعنی یه چیزی دقیقا مشابه اون چیزی که در حزب الله لبنان درست کردن. وقتی اینا رو کنار هم میذارین میبینین که ایالات متحده به این نتیجه رسیده که تداوم این وضعیت امنیت منطقه خاورمیانه رو داره تهدید میکنه و منافع ملی هم آمریکا و هم شرکای تجاری و سیاسیش رو مورد تهدید قرار میده. حرفی آقای تیلرسون میزنه، ما نمیدونیم که منظور ایشون چه جایگزینی هست، اما با توجه به چیزهایی که من شاهدش بودم توی جلسات مختلف و یا مثلا جلسه‌ای که دیروز بودم با تیمی که در حقیقت ارتباط با شورای روابط خارجی کنگره هستند، بحث بر سر این است که اولا اعتمادی به اصلاح طلبان وجود ندارد و اونها رو در چارچوب اسلامگرایان دارن میبینن و ریپابلیکن ها جمهوری خواهان خیلی منفی به اصلاح طلبان نگاه میکنن و برخی از دموکرات ها هم بعد از چیزی که پشیمون شدن برخیشون حتی برای اینکه مشارکت کردن در رأی مثبت به خواسته آقای اوباما در ارتباط با توافق هسته‌ای، الان دارن یک نگاه جدیدی میکنن و تجدید نظر میکنن حتی. و توی صحبت‌هایی که مثلا من با قول مرگان ستفر دستیاران نمایندگان کنگره داشتم در طول این دو هفته، برخیشون به طور کامل رد میکنن که اصلا میشه با اصلاح طلبان حکومتی ایران کنار اومد یا نه، چون اونا رو در تداوم اون روند میرن. من یک چیزی رو میخوام فقط یادآوری کنم، امروز 15 ماه ژوئن هست، 3 روز دیگر سالگرد اعدام یک دختر 17 ساله بهایی هست در شهر شیراز، زمانی که حالا من اون زمان 14 سالم بود، ایشون 17 سالشون بود، ولی اون ماجرای اعدام رو ما شنیدیم. الان در راهروهای کنگره و سنا در ارتباط با نقض حقوق اقلیت‌ها داره راحت صحبت میشه و شنیده میشه این صحبت ها. در دوره آقای اوباما خیلی از اینها به خاطر به قول معروف مصلحت نظام شنیده نمیشد و الان وقتی که یک کسی که خودش رو به اصلاح طلبان منسوب میکنه میاد مثل آقای علی مطهری میاد و میگه که خب اون کسایی که حاضرن خود جان خودشون رو فدا بکنن و به قول معروف عملیات تروریستی انجام بدن، چرا نمیرن به اسرائیل حمله بکنن؟ نکته جالب این حرف که زده میشه الان ثبت میشه، ترجمه میشه و در اختیار گروه‌های مختلف در کنگره و سنا قرار میگیره، اما رسانه‌ای مثل رادیو فردا و رسانه‌ای مثل صدای آمریکا که از مالیات گیرندگان آمریکایی بهره میبرند از اینها با خبر نمیشوند. چرا؟ چون کادری که این رسانه‌ها رو تشکیل داده بسیارشون اصلاح طلبان حکومتی هستند و چیزهایی که در طول روزهای اخیر ما راجبش بحث کردیم و یا لااقل شاهدش من بودم این بود که زمان اون رسیده که تغییراتی مهمتر در این رسانه‌های آمریکایی هم اتفاق بیفته. ممنونم آقای دایی. آقای کوسر در حرفاشون یه نکته خیلی جالبی بود، گفتن که قانونگذاران آمریکا دست کم اونهایی که آقای دایی آقای کوسر با اونها صحبت کردن دیگه اعتمادی به اصلاح طلب‌ها ندارن. این واقعا اتفاق افتاده؟ شما به عنوان تحلیلگری که دارید این مسئله رو میبینید، واقعا نگاه دولت مردان ایالات متحده آمریکا از طیف اصلاح طلبی که تا به این اندازه هم در این سالها پروپاگاندا کردن برگشته؟ ببینید یه وقتی هست شما میگید خب حالا اگر اصلاح طلبا روحانی کاری که خب خدا رو شد بکنه، یه وقتی میگید سیاستاتون رو اون قرار میدید، مثلا بگید ما با جمهوری اسلامی دوستتر باشیم که اصلاح طلب ها روش کنند. این سالیان سالی که کنگره دنبال این حرف ها نیست و زیاد هم نبوده کلن. کنگره در عمل خب میبینه دیگه، کنگره کاری هم که میتونه بکنه که دیگه، کنگره که نمیتونه هفتیر بکشه که، کنگره میتونه قانون تحریم رو بگذارونه، رئیس جمهور فشار بیاره، دست رئیس جمهور رو ببنده هم کارم میکنه. و از سال 96 که یعنی تحریم جدی سال 96 بود که کنگره ایلسا که مادر تحریم های بعدی بود به اصطلاح، تا الان این تحریم جدید رو بهش میگن بدترین تحریم علیه جمهوری اسلامی و واقعش اینه که بحث نشده امروز که اگه این تحریم بشه و خواهد هم شد جدیترین تحریمه، یکی از جدیترین تحریم ها علیه جمهوری اسلامی. و مسئله اینه که امید که ندارن به خاطر اینکه چند بار آخه برن، بابا چند بار برن، مگه یه بار خاتمی نیومد اینجا شد سوگلی همه
من یادم 4 سال پیش که روحانی اومد تو نیویورک، یه این آقای ریتکه بود مقاله نوشته بود، یا یه کارفکرم ریتکه بود نوشته بودش که این محصولات جدید اپل که میاد، میاد سالن پر آدم، رئیس اپل میاد، بعد این محصول جدید گشتن اون وسط، پروژکتران روش و به عنوان یه چیز جدید مثلا همه یه محصول نبوغ و فلان بهش نگاه میکنن با تحسین، هم صف میمندن که بخرنه. با روحانی هم همجوری کرده بودن. آقا لبخند که میزد دیگه همه قش میرفتن تو واشنگتن. 5 دقیقه که تلفن زد دیگه تموم شد، پرواز نیویورک تهران را افتاد و صحبت این بود که اول دفتر حفاظت رو را بندازن در تهران یا نه یه ضرب برن سفارت رو باز کنن، یادتونه دیگه؟ بله. خب چی شد؟ رسید تهران، یه کشیده تو گوشش زد رو خامنه‌ای که اون کارهایی که در اونجا شد بی خود بود، تمام پرونده رو بستن. خب چون کنگره اینا رو رفته، اصلا این تحولی که ما الان داریم صحبتشو میکنیم توی واشنگتن میگیم تحول شده، تحول در تغییر رئیس جمهوری، تحول در اینه که در عمل دیدن که آقا جمهوری اسلامی در منطقه داره چی کار میکنه. بنابراین نه، من فکر نمیکنم کنگره اصلا زیاد دنبال این حرفا بوده. این دکونه ها رو هم باور نمیکنم. آقای مکین، سناتور مکین، من یادمه تو آریزونا در جمع ایرانی ها که صحبت کرد، اونجا سال 2008 بود دیگه، بکنم 2008 بود، بله 2008، وقتی صحبت کرد همون موقع همین حرف هایی که میزد که امروز میزد، و بعد دوباره یادمه که دوباره به خاطر انتخابات میان دوره‌ای که شما خواست سنا بشید دوباره بره تو سنا، دوباره با ایرانی ها دیدار کرد، صحبت از ندا میکرد، همین حرف هایی که جدیدن آقای نیکا هنگ ضبط کرد و پخش کرد، همینا رو صحبت میکرد. بنابراین اینها تو کنگره میدونم. ممنونم آقای دایی عزیزم. آقای کوثر، اما پاسخ وزیر امور خارجه اصلاح طلب پسند اعتدالگرای جمهوری اسلامی هم به حرف آقای تیلرسون شنیدنی بود. 75% مشارکت مردمی در انتخابات، و گفته بود شما نگران رژیم خودتون، نظام سیاسی کشور خودتون باشید. کجای دلمون بنویسیم این حرفا رو؟ ببینید، وقتی شما درون یک قفس جامعه رو نگه می‌دارید و یک کاندیدای ریاست جمهوری یک کلاهبرداره که فقط سر شما رو گرم می‌کنه، یه زندانبان دیگه دارید که خیلی سختگیره اما غذای شما رو تامین می‌کنه، و حالا شما برای رضایت این یکی شده به اون یکی رأی نمیدید و بعد به اینکی رأی میدید، آیا اسمش انتخابات آزاده؟ این که در شرایطی که شما در داستان‌ها و کتاب‌های جورج اورول می‌خونید اون شرایط تکرار میشه، باعث افتخاره که بعد وزیر خارجه یک ساختار دقیقاً مدل کتاب‌های جورج اورول میاد و دفاع می‌کنه از اینکه 70% اومدن شرکت کردن در یک انتخاباتی که اولا اپوزیسیون توش وجود نداره، وجود خارجی نداره، کاندیداها مورد تایید رهبری جمهوری اسلامی هستند، کاندیداها پرونده هایی که دارن مورد بررسی دقیق قرار نگرفته، بر اساس قوانین جمهوری اسلامی آقای رئیس جمهوری فعلی به خاطر جعل سند و استفاده از سند جعلی بر اساس قانون مجازات اسلامی که خودش در حقیقت پیش بوده در مجلس پنجم، حداقل به 3 سال زندان محکوم میشه، زندانی که قابل خریداری شدن هم نیست. اینو دقت بکنید، آقای رئیسی به عنوان کسی که ناقض حقوق بشر بود، حالا بگیم فرضاً با قوانین جمهوری اسلامی نه، اما با قوانینی که داریم، اگر در مثلا در دیوان داوری لاهه به جنایاتش رسیدگی میشد چه پرونده‌ای میتونست داشته باشه؟ یک سانسورچی که سالهای سال در سرکوب فرهنگ نقش عمده‌ای داشت، کاندیدای ریاست جمهوری بود که رأی چندانی نیاورد، یک آدم فشل به معنای کامل که چند دوره هم اومده شرکت کرده و فقط حرف میزنه و خودش هم نمیدونه داره چی میگه، اونم کاندیدا شد. از میون 2 فشل و 2 جنایتکار و یکی هم کلاهبردار، مردم از میان بد و بدتر اومدن یکی رو بیشتر رأی دادن. آیا این انتخابات آزاده؟ یعنی سر خودمون رو کلاه میزنیم؟ اینا بر اساس این بهش افتخارم میکنن. یکی از مباحثی که همیشه مطرح میشه این است که مقاومت مدنی و در حقیقت عدم
من سیویل دیسوبیدینس رو حالا باید چیز کنم، نافرمانی مدنی. نافرمانی مدنی به چه معنا است و برای چی هست؟ وقتی ساختاری حقوق شما رو نقض میکنه، وقتی ساختاری میاد وضعیت آینده فرزندان شما رو بدتر میکنه، وقتی ساختاری منابع آب و منابع غذایی شما رو در آینده داره از بین میبره، از همین الان شما دو کار دارید، یا میتونید مثل کسانی که به طور ناخودآگاه میرن و در هر چیزی که رژیم میخواد مشارکت میکنن مشارکت میکنن، یا میایید نافرمانی مدنی میکنید. در بسیاری از کشورهای جهان الان داریم، در ونزوئلا میبینیم مردم اونجا خسته شدند، مردم اونجا اومدن نافرمانی مدنی کردند و چیکار کردند؟ اعتصاب کردند. وقتی اعتصاب کردند، گروه‌های مختلف از کارگران اعتصابی حمایت کردند. اینو دقت بکنید. ولی فرض بکنید در جامعه ما یک کارخانه بسیار مهمی که کارگران 6 ماه حقوق نگرفتن، آیا بخشای مختلف جامعه ما میان ازشون حمایت بکنن؟ اونایی که دستشون به دهنشون میرسه، اما نه، تو محرم میرن گرونترین مراسمو برگزار میکنن. ما اگر بتونیم جامعهمون رو به این سمت بکشونیم که یاد بگیره در مقابل یک ساختار نابض حقوق انسان ها، ساختاری که داره ایران زمین رو ویران زمین میکنه، بیایم دست به دست به هم بدیم و با نافرمانی مدنی سیستم رو پاسخگو کنیم و اگر نتونست جواب بده خودش بکشه کنار. اما نه، متاسفانه وقتی نسل‌هایی رو که می‌بینیم در این شرایط بزرگ شده و انگار چیز دیگری در اون قفس یاد نگرفتن، طبیعتاً اون چیزی می‌بینیم که آقای ظریف حتی منت هم می‌گذاره. ممنونم آقای هدایی. اشاره کردید به موج این تحریم‌های جدید و تأثیری که می‌تونه در آینده فعالیت‌های رژیم اسلامی داشته باشه، میپردازیم بهش، یعنی همین الان از شما تقاضا میکنم بپردازید بهش، ولی سوالم مشخصا اینه، با تصویب این تحریم ها در کنگره آمریکا، آیا برجام عملا از درجه اعتبار ساقطه، یعنی بی ارزش خواهد بود؟ یعنی اون چیزهایی که در برجام، اون آب نباتایی که در برجام دادن، حالا دیگه اون آب نبات ها هم وجود ندارد؟ ببینید برجام یک توافقنامه، یه نمیدونم قرارداد ورسای که نیست، یک آتشبسه، یک به اصطلاح چی میگن، به هم دیگه قول سیاسی دادن که زیرش نزنن برسونه و بسیار شکننده است، مثل آتشبس میمونه، چون جنگ تموم نشده که، جمهوری اسلامی برنامه اصلیش رو تعطیل نکرده، کنگره مخالفه، در یک کلام تهدید سر جای خودشه، مخالفت این هم سر جای خودشه، یه منفعتی دارن که فعلا ادامه بدن، به خاطر اینکه انقدر اوضاع خاورمیانه خرابه که دیگه دنبال این نیستن که این مسئله رو فعلا بیارن رو میز. ولی تهدید تضاد سر جاشه، یک. دومی که عرض کردم شکنندگیش اینه که تحریم ها میتونه علت برگرده، جمهوری اسلامی میتونه زیرش بزنه. ببینید تو این تحریم های جدید که الان تصویب شده تو سنا، که اگه بشه به قانون، که من فکر کنم به احتمال بسیار زیاد خواهد شد و به احتمال بسیار زیاد هم ترکیب کلیش حفظ میشه، یعنی توی به مجلس بره و اون به اصطلاح نسخه نهاییش زیاد به اصطلاح آبکی نخواهد شد. حالا مهمترینش چیه؟ یکی اینکه سر برنامه موشکیه. خب طبق برجام میدونی که تحریم های موشکی فکر کنم تا سر 8 سال باید برداشته میشد. خب اگه این تصویب بشه، خب مانعی بر سر هم اون. دوم، تحریم تسلیحاتی جمهوری اسلامی هم برداشته شد. وقتی شما میرید سپاه پاسداران رو به عنوان یک نهاد به طور کلی، ببینید سپاه پاسداران بخش های مختلفش، شرکت هایی که وابسته بهش بودن چی رو تحریم کردن، ولی وقتی به طور کل میبریش تو لیست تروریستی تحت تحریمش قرار میدی، تاثیرش چیه؟ خب وقتی میخواد یک کمپانی اسلحه بفروشه به جمهوری اسلامی، خب معلومه نهاد دفاعی جمهوری اسلامی سپاه پاسداران دیگه، نمیتونه بفروشه چون تای تحریمه. یعنی در یک کلام جمهوری اسلامی دوباره میشه تحریم تسلیحاتی. معاملات بالاخره توی کشوری که معلومه چند درصد کجاش مال سپاه پاسدارانه، بانک‌ها چجوری میتونن معامله انجام بدن؟ کی میتونه سرمایه گذاری بکنه؟ کلی این عواقب داره. برای همینم همین آقای جان کری و اینا قبل از که توی کمیته تصویب بشه نامه نوشتن، التماس به این سناتورهای دموکرات که آقا رأی ندید، به خصوص اون بخش سپاه پاسدارانشو، که کسی هم گوش نکرد دیگه، دوران این حرفا گذشته. بنابراین
تأثیرات این تأثیراتش یه وقتی از شما یه تحریم پرسرصدا میکنین، این تحریم ممکن سرصدا زیاد نشته بشه، تأثیراتش در عمل بر اقتصاد جمهوری اسلامی بسیار بسیار زیاده و تأثیرات جدی خواهد داشت. بی‌نهایت ممنونم آقای کوثر. همین تحریم ها واکنش وزیر خارجه پیشین ایالات متحده آمریکا رو داشت، به واکنش ایشون هم پسر آقای ترامپ به صورت توییتری به سبک پدر واکنش نشون داد. چرا آقای ترامپ جوان آقای جان کری رو وکیل مدافع منافع جمهوری اسلامی خطاب میکنه به یه همچین مضمونی؟ البته من نقل به مضمون میکنم، این اولین بار نیست که جان کری به عنوان وکیل مدافع جمهوری اسلامی خطاب شده. خیلی در واشنگتن این حرف رو میزنند، در راه راه کنگره من این حرف رو در میان بحثایی که با افراد مختلف داشتیم شنیدم. مسئله دیگری که وجود داره این هست که اگر در دوره آقای اوباما کسی چنین حرف رو میزد همه سکوت میکردن، چون بالاخره فضایی رو اوباما درست کرده بود در واشنگتن که فضای جذابی نبود، فضایی بود که همه سعی میکردن ریاکارانه فقط سکوت بکنن. اما الان اون فضای سنگین برداشته شده و خیلی راحت راجع به این صحبت میکنن. و وقتی نگاه میکنیم که آقای جان کری داره چیزی رو بیان میکنه که فکر میکنم آقای دایی به خیلی بهتر از من بدونن، تاریخچه مخالفت با تحریم سپاه پاسداران فکر کنم به 2007 که 2008 یکی از لابیگران این بحث رو مطرح کرده بود و خیلی دنبال شد که مبادا سپاه تحریم بشه. ببینید سپاه پاسداران، یک نکته راجبش بگیم، سپاه پاسداران یک بدنه بزرگ داره اما یک محدوده داره که اونها در جنایت ها نقش عمده رو بازی دارن میکنن و این بدنه بزرگ اگر روزی روزگاری برفرض جمهوری اسلامی دچار هر اتفاقی بشه، اتفاقا همین بدنه بزرگ است که به سمت بخش عمده مردم میتونن برگردن. اما اون سران هستن که عملا دزدیدن اختیار تمام اینها رو، مثل بقیه چیزهایی که در جمهوری اسلامی داریم. اون سران و اون کسانی که عامل اصلی بودن در جنایت ها، در سرکوب ها، در دزدی ها، در محروم کردن مردم کشور از امکاناتی که باید داشته باشن و نقش داشتن در نابودی منابع طبیعی ایران، سدسازی های بیرویه، انتقال آب که بسیار خطرناک است برای آینده کشور، از بین رفتن منابع خاک، اینها مقصر هستن. اتفاقا بحثی که ما با خیلی ها در کنگره باید داشته باشیم این است که بگیم اینها هستن که نه تنها امنیت ایران رو دارن به خطر میندازن، بلکه امنیت خاورمیانه رو به خطر خواهند انداخت. ببینید یکی از بحثایی که حالا من با گروه‌های مختلف دارم اینجا در واشنگتن و اینجا تکرار میکنم این هست، نقشی که سران سپاه پاسداران در قرارگاه خاتم الانبیا داشتند برای سدسازی های بیرویه، برای طرح انتقال آب، باعث نابودی تالاب ها شدند، باعث آسیب های بسیار بزرگ شدند، تعادل کشور رو به هم ریختند با سیاست هایی که آبیاری رو به سطحی کشونده که نابود داره میکنه کشور رو. 90% آب تجدیدپذیر کشور داره صرف کشاورزی میشه، این باید حد اکثر 40% باشه، حد اکثر. منابع آب دارن از بین میبرن و چیزی برای نسل‌های آینده باقی نمیمونه و متاسفانه بخش عمده مردم ما از این قضیه مطلع نیستن، فقط میبینن درچه ارومیه داره خشک میشه، حوض سلطان داره خشک میشه، بختگان خشک شده، درچه پریشان خشک شده، تالاب ها خشک شدن، گرد و خاک میاد تو چشمشون، ولی نمیدونن عامل اصلی چی هست. اینها هستن. من فقط بس طولانی شد، فقط میخوام این نکته رو بگم. این تحریم ها بایستی به نظر من الان که این امکان به وجود آمده که برخی در مجلس نمایندگان و برخی در سنا دارن گوش میدن به صدای افرادی که با عدد و رقم و سند دارن باشون صحبت میکنند، توجه بکنن لااقل که بیان فشارها رو روی اون افراد بگذارن و روی کسانی که نزدیک هستن به مدیران جمهوری اسلامی و در طول دوران آقای اوباما اومدن اقامت گرفتن در ایالات متحده. همین الان در شهر لس آنجلس میدونیم که فرزند یکی از معاونان رئیس جمهوری داره زندگی میکنه و از طریقی غیر مستقیم داره حمایت مالی میشه. میدونیم که پسر آقای حسین فریدون که مدتها در آمریکا بوده الان در آمریکا و خیلی مقتدرتر داره رفتار میکنه. میدونیم خیلی ها در
ایالات متحده هستن و ککشون هم نمیگزه، فرزندان کسانی که ناقض حقوق بشر بودن، اونا نباید البته تنبیه بشن، اما بایستی سوالهایی رو پاسخ بدن در ارتباط با پدرانشون و اینکه چگونه میتوانند بر این راحتی برای یک رژیمی که ناقض حقوق انسان ها هست در هنگام انتخابات ریاست جمهوری تبلیغ کنند. بی نهایت ممنونم. حالا از بحث آب بگذریم، چون به هر حال خیلی بحث خسته کننده یه آقای کوسر رو بغل من بگذارید تا من یه سال دیگه ازشون بپرسم. بحث آب خیلی بحث خسته کننده یه میخوام به بحث من ببخشید حرفتون رو قطع میکنم. جورا بگو. اگر ببخشید، اگر توجه داشته باشیم و اگر کمترین وطن پرستی رو داشته باشیم، کلمه خستگی رو میذاریم کنار و سعی میکنیم، تلاش میکنیم برای اینکه این بحث رو به همه لایه‌های جامعه بکشونیم. آب مهمترین مسئله آینده کشور هست. حالا چیزی دیگه، هنوزم صبر نداریم، میام از بحث خسته کننده یا بگذاریم، چون میخوام به بحث شیرین شاه و مصدق بپردازم. آقای دایی عزیزم، دولت اوباما در قبال همه یه کارهایی که کرده جلوی انتشار چند برگ سند در مورد واقعه 28 مرداد رو هم گرفته، این دیگه چرا؟ بعد از 60 و اندی سال آقای این سرد ها کجای امروز واقعا زندگی ما؟ چه لیوان آبی دست یه هموطن خوزستانی من و شماست که آقای اوباما حتی به خاطر منافع رژیم اسلامی از انتشار اونها هم جلوگیری کرده؟ چی تو این سندها بوده؟ من راستش امروز این انتشاری که خیلی سرصدا شد و منتشر کردن ندیدم. خلاصه ازش رو تو این توییترها کسانی که طرفدار دوستی با جمهوری اسلامی و منشر میکردن و دیگه روزخانی رو انداختن رو دیدم. ببینید، کودتای 28 مرداد که خب اسنادش قبل هم بارها و بارها چه در بریتانیا چه در آمریکا منتشر شد که به اصطلاح کودتا چطور شکل گرفت، برای دکتر مصدق به از کجا شروع شد، چرا شکست خورد 25 مرداد بعد دوباره انجام شد، همه اینا بوده، حتی به چه کسانی پول دادن، عملیات آژاک، همه اینا رو بیشتر خود ایالات متحده منشر کرده. اینکه چه بخشش منشر کردن من نمیدونم، ولی نکته ای که هست که امروز هم دوباره توش بود اینه که چند تا نکته هست. یکی این که آمریکا نگرانی اصلیش این بوده که اون موقع دکتر مصدق رو ضعیف میدیده و فکر میکرده حزب توده که وابسته به شورویه بتونه در ایران قدرت رو به دست بگیره، یه نگرانی جدی داشتن. و حتی من کسانی میشناختم که مسن بودن الان نیستن، شرایط شناخته شدن بودن، اونها هم نه با کودتا همراهی کردن و نه، ولی میگفتن خیلی ها بودن در اون زمان که اونا خودشون شاهد بودن، میگفتن این نگرانی جدی رو داشتن و حتی به اصطلاح در روز کودتا قبلش، روزهای قبلش سکوت اختیار میکردن. اونا نه که موافق به کودتا باشن، ولی واقعش اینه که حزب توده میترسیدن. حالا این یک نکته. نکته بعدیش یک مسئله ایه که در خارج از کشور استفاده ای که جمهوری اسلامی و لابیهاش از این مسئله کودتا کردن. من یادمه که آقای سندرز فکر کنم بود که در جریان مبارزات انتخاباتی اشاره کرد تو مسئله فارن پالیسی و سیاست خارجی که بله، ما به اصطلاح آمریکا، یعنی ما اومدیم کودتا کردیم و حکومت قانونی دکتر مصدق رو برکنار کردیم، به جاش اومدیم و ما به خاطر اینش جالبه که گفت ما اومدیم به خاطر حمایتی که از حکومت دیکتاتوری شاه کردیم تمام این بساط در خاورمیانه شده، بخشش مال اونه، مردم انقلاب کردن، چی شد یعنی چی؟ یعنی انقدر حمایت ما مثلا یا به اصطلاح رابطه خوب ایالات متحده با شاه، حکومت پهلوی، انقدر بد و مذموم بود که ایشون داره میگه دیگه. نه، اولا که آقای سندرز عزیز، آخوندهایی که الان در ایران حکومت میکنن که شما و خیلی های دیگه در آمریکا که این بحث کودتای 28 مرداد رو بهانه میکنید، خود اونا هم در کودتا شرکت کردن، از کودتا حمایت کردن، در رأسشون آیت الله کاشم. بنابراین حرف شما چی؟ دومش اینه که من میخوام اینو بپرسم، اگر اتحاد یا همکاری یا رابطه خوب ایالات متحده با شاه بد و مذموم بود که الان ایشون باید در سخنانش بگه، چرا میاد از رابطه خوب و همکاری و همه جور رابطه با
این آخوندا که هزار برابر بدترن می دفاع میکنید. اگه اون بد بود که این دیگه بعد اصلا از زشتی نتونه آدم یادش بکنه، چون قابل مقایسه نیست. طبیعی دموکراسی نبود، سرکوب بود، زندان بود، همه اینا بود، ولی اون کجا و این کجا؟ اصلا نمیدون، دستگاه متفاوته. این داره صبح تا شب جنایت میکنه داخل ایران، خارج ایران. میخوام بگم ببینید چجوری وارونه کردم. یک مشکل ما اینه که در خارج کشور مشکل بزرگی ما داریم. این رو سالیان ساله وقتی که ما بخوام این رو ممکنه خیلی ها نبینن، تئوری ببینن. به معنی که شما وارد شدید تو واشنگتن، خواستید کار بکنید، فعالیت بکنید، اینو میبینید که آقا جمهوری اسلامی به بخشی از جریانات لیبرال، چپ، حالا هر اسمشو بذاریم، اینا رفیقن، متحدن. شما ببینید الان در بریتانیا چه اتفاقی افتاد بعد از برگزیت و به خاطر اتفاقی که در آمریکا بود. خب اون برگزیت که سری دست راستی ها اومدن و اومدن سرکار، ولی حالا در عکس العمل به اون، در عکس العمل بعضی ها میگن با آقای ترامپ یا هرچی، کم مونده بود آقای جرمی کوربین بشه نخست وزیر. درست؟ ببینید یعنی کم مونده بود. میگن در برخی جاها چند هزار رای میتونست کرسی رو عوض بکنه. درست؟ آقای جرمی کوربین حقوق بگیر جمهوری اسلامیه، یعنی در پرس تیوی ایشون برنامه داشت تا این آخر سریا پرس تیوی مال جمهوری اسلام. شما تصورشو بکنید، آدم باور میکنه که رئیس حزب کارگر حقوق بگیر. بعد یه اتحادی بود استاپ دی وار کوالیشن از سال 2006 را افتاد که آقای جرمی کوربین مدت‌ها رئیسش بود، رسما برای جمهوری اسلامی کار میکرد. میخوام بگم مشکل ما اینه در خارج کشور که یه کودتایی که منم ردش میکنم عاملی شده که چپای آمریکا بگیرن به نفع حکومت. ببینید حکومتی که خودش خمینی خودش، من شنیدم گفت خمینی گفت مصدق از اسلام سیلی خورد، تایید یک کودتا رو. خب آقای دایی همینجا من میخوام یه سوال ازت بپرسم، آیا در این مدارکی که منتشر شده اشاره‌ای به نقش آقای کاشانی؟ بله. من اینو امروز دیدم تو این توییترها که بحث میکردن تیکاج دادن دخالت، یعنی پاسخ میدادن به همین لابیستا و دلالا، دقیقا همین مدارک که امروز قبلا هم منتشر شده بود، همکاری آیت الله کاشانی و اینا، که چیز جدیدی نیست، ولی مجددا مثل که در اینا هم هست، مجددا تاکید کردن همکاری. بابا اول کسی گرفت خانه ویران شده و غارت شده مصدق رو بازدید کرد، سلشکر زاهدی و کاشانی با هم دیگه بودن. بسیار ممنون. اینا که چیزی پنهانی نیستش، که خود میگم خمینی اومد گفت شوک که اگه مصدق از اسلام سیلی خورد، اینا ضد مصدق بودن. حالا میخوام بگم ببینید بدبختی مشکل ما چیه که در خارج کشور، حتی البته من اعتقاد دارم به طور کلی مسئله کودتای 28 مرداد به اندازه کافی بحث شده در موردش. من شخصا اعتقاد دارم کودتا بوده، تردش میکنم، ولی امروز شده مسئله. حالا جمهوری اسلامی ازش استفاده میکنه، در خارج این چپ ها به نفع جمهوری اسلامی فعال میکنن، بین ایرانی هم صبح تا شب شد جنگ حیدری نعمتی. بابا 63 سال پیش بود. اتفاقا میخواستم به همین اشاره کنم، بگم که ما پامون رو در کفش بزرگان نکنیم، دوستان به جد در این زمینه حتما فعالیت خواهند کرد و چه برنامه ها که خواهند ساخت. آره من اصلا اگه شما سوال نمی کردید که وارد نشم نمی شدم. آره منم به همین اندازه میخوام که کفایت کنم برم سراغ آقای کوثر. آقای کوثر، آیا این بدو بدو تو راهروهای کنگره و حالا دیگه فوق لیسانس راهروهای کنگره داشتن فرصتی گذاشته شما هنوز لیسانس تمساح شناسیتون رو داشته باشین یا نه؟ ببینید من مدرک‌گرا نیستم و کسانی که از مدرک به قول معروف دروغین استفاده میکنن، از ابوالحسن بنی صدرش که دکترا نگرفت و به عنوان دکتر شناخته میشه، تا حسن روحانی که مدرک براش ساختن و سند براش ساختن، تا بقیه، اینها رو ببخشید. خب حالا الان از این آقایون بگذاریم، شما هنوز تمساح شناسی میکنید یا نه؟ من امروز متاسفانه وقت نکردم که صحبت‌های تمساح رو گوش کنم. در واقع وش خبری بود؟
بله آقای مصباح یزدی مشخصا اعلام کردن که عدم پیروی از ولایت فقیه نوعی شرک محسوب میشه و با توجه به اینکه ایشون حکم فقیهی یعنی مشرک بودن کافر بودن میدن محدور و دم میدونن کسی رو که این کار رو بکنه. برخی کارشناسان امنیتی به نوعی مجوز ترور رئیس جمهور کشور رو از این حرف در میارن. آیا شما چنین چیزی رو محتمل میدونید؟ این پیام آتش به اختیار و سند قتل رئیس جمهور در همین دستگاه قضایی مشاهده سعید عسکرهای جدید باید باشیم؟ ببینید اسم آقای تمساح رو که آوردین این باتری چراغ من پرید. یعنی اینقدر مؤثره این آقای تمساح. خب بشنم آرزم به حضورتون یکی از مسائلی که مهم این است که وقتی آقای خامنه ای حرف از آتش به اختیار میزنه و صحبت میکنه که در حقیقت دیگه اختیار دارن به هر کاری وقتی که نیاز اسلام باشه، شما در نظر بگیرید که آقای تمساح هم میاد حمایت میکنه از این حرف و میگه که بله باید چنین کار بشه. من امروز شنیدم که قاتلان شهروندان بهایی چه اتفاقی براشون افتاده و تبرئه شدن و آزاد شدند. این یعنی دیگه اوج جنایت، یعنی شما انگار آزاد هستید به خاطر که کسی دین رسمی کشور رو نداره و خارج از دین خوانده میشه حق دارید جانش رو بستانید. خب این جنایت بزرگ در جمهوری اسلامی مورد تایید قرار میگیره. یادتون هست که تعدادی از افراد به در حقیقت بر اساس فتوای آیت الله مصباح یزدی چند نفر از هموطنان ما را در کرمان کشته بودند. خب خدا رو شکر قدرت ما در مقابل تمساح تقویت شد در همین ثانیه ها، نور رسید. مسئله مهم این هست که آقای مصباح تمساح یزدی کسی هست که فتوای خشونت رو داده. زمانی که من بازداشت شده بودم چند نفر از زندانیان با سابقه میگفتن تو نه تنها خودت رو بلکه روحت رو هم و چند جان اون طرفتر تو هم عملا در مقابل آزارهای این جماعت قرار دادی. خب من تا حدی شاهد این قضیه بودم که ایشون چقدر تأثیر گذاره و قدرتمنده در جمهوری اسلامی. بالاخره آدم میفهمه چطور کنترل میکنه مسائل مختلف رو. اما مسئله که آقای تمساح داره این حرف رو زمانی میزنه که سالگرد قتل بهایی ها در شیراز هست، اعدام های دست جمعی بهایی ها در شیراز. این یعنی تشویق به کشتن، تشویق به کشتن کسانی که میخواهند پیرو دین رسمی کشور نباشند، کسانی که میخواهند اطاعت کننده به قول معروف ذوب در ولایت چوپان بزرگ نباشند. و من متاسفانه میگم که اگر مردم، بخشی از مردم بدون اختیار و بر اساس ترس و نگرانی میرن رأی میدن به یک جنایتکار در مقابل جنایتکار آینده، کسانی مثل آقای مصباح یزدی قدرتمندتر میشن. بی نهایت ممنونم. آقای دایی این سوال رو از این جهت میپرسم که به هر حال اگر در دهه 1330 ایران ابوالقاسم کاشانی داشت، امروز هم محمد تقی مصباح یزدی یا علم الهدای مشهد رو داره. آقای علم الهدای مشهد حتی به شادی خیابانی مردم پس از صعود تیم ملی فوتبال ایران به جام جهانی هم اعتراض کرده و با ادبیاتی بسیار سخیف رفتار مردم ایران رو ناشایست خونده و پیروزی حتی فوتبالیستا رو پیروزی رژیم اسلامی در ایران قلمداد کرده. واقعا کجای کار ایستادیم؟ ایران به چه سمتی با هدایت این امثال این آقایون داره میره؟ عرض کنم که من فکر کنم جسارتن شما اشتباه میکنید. کاشانی در دوره خودش 63 سال پیش دوره ای اگه مقایسه بکنیم، وقتی میگم تو بدی و اینها مقایسه کردن نمیتونیم بگیم این بده این چقدر بدتر اومد، ولی مقایسه تو در دنیای آخوندی با توجه به دوران بکنیم، کاشانی هزار برابر مترقی تر از امروز علم‌الهدا و جنتی و رئیسیه. بله قبول دارم حرف شما رو. بله اون متحد جبه ملی بود، متحد موسادی بود، حالا به خاطر یه سری منافع شخصی به خاطر دیدگاه ارتجاعی یه جایی رد یه طرف دیگه رفت یا نگه بحث رو حالا میتونیم بشینیم بحث بکنیم دوباره اون صندوقچه رو باز بکنیم. اینها 63 سال بعد
هزار سال که مثلا 50 سال از کاشانی عقب‌تر بودن. واقعش اینه، اینا ما عقب رفتیم. ما فکر می‌کنیم، ببینید خمینی تو دستگاه آخوندی اینا قبولش نداشتن که. ببینید خمینی حتی که اومد در یه جاهایی تازه حرفایی که میزد نسبت به آخوندها، مثلا میگو بیاین تو سیاست فلان کارو بکنین فلان کنین، مثلا میگه جلوی عملا اینا حکومتی که ایجاد کردن عقب مانده ترین و متحجر ترین قشر روحانیون رو آوردن سر کار، به خاطر سرکوب باید میکردن و و و، یعنی خیلی عقب ترن. ما در هر زمینه شما بگید، نه نسبت به 38 سال پیش که چند قرن رفتیم عقب، نسبت به خود دنیای آخوندی هم من فکر کنم ما عقب تر رفتیم. بی نهایت ممنونم. آقای کوثر، آقای دایی میگن که حکومت عقبتر از 50 سال، قبلتر از 63 سال، یعنی 113 سال حکومت ایران دست کم عقبتر قبل از مشروطه حتی. مردم چی؟ آیا مردم هم اینقدر به عقب برگشتن یا مردم به روزن، آپدیتن، امروزین؟ مردم ما مردم بسیار آپدیت و به روزی هستن که در یک کشتی که داره به سمت عقب برمیگرده دارن به سمت عقب پارو میزنن. یعنی شما میگید که ناخواسته دارن با دولت همکاری میکنن یا خواسته است این همکاری؟ من فکر میکنم احساس میکنن که مجبورن، اما روزی روزگاری که متوجه بشن که قدرت از آن مردم هست و بایستی مقابل این ساختار ایستاد، شاید اون موقع متوجه بشن که چقدر وقت و چند نسل رو خود مردم حقوقشون رو نادیده گرفتند. بی نهایت ممنونم. نیکاهنگ کوثر، دوست خوب و همکار روزنامه‌نگار ما در واشنگتن دی سی، و جناب آقای حسن دایی، تحلیلگر برجسته و سرشناس مسائل سیاسی که از ایالت کانتیکت همراه ما بودید. از هر دو بزرگوار کمال قدرشناسی و سپاسگزاری دارم به خاطر مجموعه بیاناتی که در یک ساعت و نیم گذشته داشتید. از شما هم دعوت میکنم علاوه بر اینکه این برنامه رو از طریق شبکه تلویزیونی اندیشه یا مجموعه رسانه‌های افق ایران و اندیشه می‌بینید و همچنین در فضای مجازی از طریق فیسبوک لایو، چه در فیسبوک لایو همین حالا دنبال میکردید، چه از طریق فیسبوک شبکه های وابسته به رسانه افق ایران و تلویزیون اندیشه دنبال میکنید در ایران، اگر با محدودیت اینترنت و فیلتر شدن مواجه هستید، از اپلیکیشنی که چند جوان دانشمند و فعال ایرانی در زمینه آیتی اون رو تولید کردن به نام پرژن ویدیو استفاده کنید. این ویدیو، این برنامه و دیگر برنامه‌هایی از این دست رو که این جوانان انتخاب می‌کنند و در این اپلیکیشن می‌گذارند بدون نیاز به فیلتر شکن و با کیفیت مناسب و مرغوم به صرفه با محدودیت‌های اینترنت در ایران ببینید و از بحث‌ها اگر که باری در اون هست خوشی بچینید. از شما سپاسگزارم که همراه ما بودید. وقت خوش، خدا نگهدار.